از صحبت یاران دمشقم ملالتی پدید آمده بود. سر در بیابان قدس نهادم و با حیوانات انس گرفتم تا وقتی که اسیر فرنگ شدم. بله، فرنگی ها مرا به اسارت و بردگی گرفتند، مرا برده خیش ساختند. در خندق ترابلس با جهودانم به کار گل بداشتند. یکی از رؤسای حلب که سابقه ای میان ما بود، از قبل هم دیگر رو میشناختیم، گذر کرد و بشناخت و گفت ای فلان، این چه حالت است؟ بدبختی و گرفتاری افتادی، تو با کار گلکشی و گللگت کردن؟ گفتم چه گویم، همی گریختم از مردمان به کوه و به دشت که از خدا نبودم به آدمی پرداخت. قیاس کن که چه حالم بود در این ساعت که در طویله نامردمم بباید ساخت. ببین روزگار منو به چه کار و به چه رنجی انداخته است. پای در زنجیر پیش دوستان، به که با بیگانگان در بوستان. بر حالت من رحمت آورد و به 10 دینار از قیدم خلاص کرد. 10 دینار داد و مرا که چون برده کرده بودند از قید آنان رهایی بخشید و با خود به حلب برد و دختری که داشت به نکاح من در آورد و به کابین 100 دینار. بله، 10 دینار داد، من آزاد کرد. با مهریه 100 دینار دخترش رو به من داد از سر خیرخواهی. مدتی برآمد، بدخوی ستیز روی نافرمان بود. بدخوی ستیز روی نافرمان بود، زبان درازی کردن گرفت و عیش مرا منقص داشتن. روزگار منو سیاه کرد. خلاصه زن بد در سرای مرد نکو، هم در این عالم است دوزخ او. زینهار از قرین بد زنهار، و قنا ربنا عذاب النار. پروردگارا ما رو از عذاب آتش حسادت و کینه و عقده و خشم و ستم رهایی بخش. باری زبان تعنت دراز کرده، آن زن زبان سرزنش رو به کار بست و پیوسته مرا سرزنش میکرد. همی گفت تو آن نیستی که پدر من تو را از فرنگ باز خرید؟ اینقدر حالا برای من ادو اصفار در میاری؟ گفتم بلی 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 بلی، من آنم که به 10 دینار از قید فرنگم باز خرید و به 100 دینار به دست تو گرفتار کرد. کم نیورده سعدیا. شنیدم گوسفندی را شبانی، رهانید از دهان و دست گرگی. شبانگه کار در حلقش بماری، روان گوسفند از وی بنالی، که از چنگال گرگم در رو بودی. بله، گوسفند رو نجات میده ولی شبانگاهان کار رو بر گلوش میزنه. روان گوسفند هم میگوید که از چنگال گرگم در رو بودی، شدیدم عاقبت خود گرگ. که از چنگال گرگم در رو بودی، ولیکن عاقبت گرگم تو بودی.